سلام دوستان عزیز برنامه دانش و آگاهی در تلویزیون عصر امروز، نوشین فرجام هستم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سرحال سلامت باشین. من میخواستم که اعیادی که یهودیان جهان دارن جشن میگیرن در این موقع رو به همه یهودیان دنیا تبریک بگم. انشالله که سالی پر از خوشی و سلامتی و خبرهای خوش و صلح در تمام جهان باشه. امروز برگشتم با دوست بسیار نازنینم خانوم سهیلا زیوری که پر از اطلاعات خیلی 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 جالب هستن و همه شما درخواست کردین که ایشون باز به این برنامه بیان. سلام عزیزم، خیلی سلام. ممنون که تشریف آوردین. باز هم ممنون که واقعا این افتخار به من دادین واقعا که دوباره بیام در خدمت شما و بینندگان عزیزتون باشن. واقعا خیلی لطف داشتن به من با کامنت هایی که گذاشته درسته. بودن و خجالت هم دادن. نه بابا به خدا من به اون صورت من برای این که نقطه بین الف و ب رو پر کنم اینا رو نه واقعا خیلی ممنون، چون سهیلا جون پر از تحقیقات، یعنی حرفایی که میزنن بعد از مدت‌های مدی شما تحقیقات کردین. من برای هر کاری که انجام میدم روش تحقیق میکنم. اگر میخوام یه رمان بنویسم میرم روش تحقیق میکنم، همینطوری نمینویسم. مثلا من الان یکی از چیزهایی که خیلی بهش علاقه میگم، قبلا هم توی برنامه قبلی هم گفتم، چون دارم یه رمان بر اساس مذاهب هندو ایرانی، هندو اروپایی و قبل از زردشت و دوره زردشت دارم مینویسم، یه ذره شروع کردم در مورد اینا خوندن. حالا به قول امریکایی‌ها scratch the surface، یعنی واقعا این من رمان نویسم، من محقق نیستم، من دوست دارم داستان درست کنم، ولی دوست دارم داستانم یه مبنایی بر داستان‌هایی که خیلی جالب، خیلی به اصطلاح همیشه قرنها گفته شده و به شکل‌های مختلف، من بر اساس اون داستان ها داستان خودم رو درست میکنم. اونم به قول معروف میگه انسان حیوان داستان سراست. ولی خب بله، من چون که در مورد این داستان رو شروع کردم، البته 3-4 فصلش رو نوشتم ولی متاسفانه نتونستم ادامه بدم، یه مقدار راجع به زرتشت، مذاهب بدوی ایران، در فلات ایران، در بین هندو آریایی ها، خدایان، ایزد، ایزد بانوان ایرانی و که چه روابطی با خدایان هندی و در ضمن تأثیر تمام این ادیان در ادیان به اصطلاح بین النهرینی، بابلی، سامی و تأثیر اونا بالعکس بر اینا، چون ما در یک منطقه بزرگی به نام یوریژیا زندگی میکنیم، بنابراین همونطور که نژادهامون همه قاطی شده و هیچ نژاد مشخصی نیست، بنابراین هیچ فرهنگ مشخص خالص و خلصی نیست، همه از همدیگه چه خوبش و چه بدش رو گرفتن و یک و اون ریشه فکری که قالب بوده، مثل ژنی که قالبه مونده بعد از قرنها و به صور مختلف در قبایل و در نقاط مختلف دنیا، چون انسان مغز شبیه همه به یه صوری شبیه هم این داستانا رو ساختن. بنابراین خیلی جالب بود برای من. البته من در دانشگاه به اصطلاح چون که رشته تاریخ و ادبیات ایران رو برمی‌داشتم، مثلا من یکی از کلاس‌هایی که برداشته بودم به اصطلاح تاریخ قبل از اسلام ایران بود و ایران باستان با مرحوم دکتر بهرام فرحوشی و ایشون مثلا یه مقدار، ولی خب اون یه ترم یه درسی بود که باید رد می شدم، یعنی باید نمره می آوردم، اونقدر علاقه نداشتم. ولی به بحث این که این ایده اومد که این کتاب رو بنویسم،
شروع کردن در این مسائل تحقیق کردن. و کتابی که من خیلی بهش اقتدا میکنم، حتی در حقیقت نه کتاب، اون محققی که من بهش خیلی اقتدا میکنم حتی در کتاب اولم که در مورد رومی نوشتم، آقای دکتر هاشم رضی هستن که به اصطلاح یک گنجینه از یعنی از دانش در مورد از مذاهب قبل از اسلام، مذاهب مانوی، مزدک، زرتشت، زبان پهلوی میدونن ایشون، زبانهای قدیم اوستایی رو میدونن، گاثا ها رو خوندن، مترجم اینا هستن، ده ها کتاب دارن. بنابراین من همونطور اومدم بازم به ایشون اقتدا کردم، کتاب های ایشون رو گرفتم. و یکی از چون قبلا من قول داده بودیم که راجع به تولد زردشت حرف بزنیم، چون نمیخوام خیلی عمیق، من نیستم، عمیق نخوندم، نمیتونم ادعا بکنم که عمق اطلاعات من اونجوری که وارد معقولات مذهب زردشت و تغییرات و تحولاتش بشم و اینا تا قرون معاصر. ولی من برای اینکه یه آگاهی خیلی کوتاهی در مورد خود زردشت از نظر آقای هاشم رضی و مقایسه بکنیم با محققین اوایل قرن بیستم که اونا در مورد زردشت چه اعتقادی داشتن، فکر کردم که برنامه امروز رو بذاریم برای چجوری محقق از جایی که میاد چجوری اون با اون اسنادی که داره چجوری نتیجه‌گیری‌های متفاوت میکنه از هم دیگه. خلاصه ولی خب چون قول داده بودم برای به دنیا آمدن زردشت، من یه کتاب از کتاب آقای دکتر هاشم رضی کوشایشو هایلایت کردم میذارم. اولا که در این کتاب اگر میخواین واقعا اگر میخواین که راجبش بخونین، من فکر میکنم در کتاب در لس آنجلس، اگر مقیم لس آنجلس هستین شما میتونین کتابو در وستوود در از هر کتاب فروشی ایرانی ابتیا کنین. اسم کتاب زردوش پیامبر ایران باستانه، حتما روی آمازون هم باید باشه. بله شما روی آمازون هم برید میتونید بگیرید. ولی اگر مقیم لس آنجلس هستین، برای اینکه حمایت کنین از کتاب فروشی های کوچیک، خواهش میکنم قدم رنجه کنین. فانه که بس بود خیلی جای جالبیه که ساندویچ سوسیس ایرانی پیدا میشه، کتلت پیدا میشه، تحلیل میکنیم برای عطاری و بقیه. چرا که نه جوزه، من خودم عاشق غذا خوردم، عاشق خیلی خوشمزه. به هر حال ابتیا کنین. و من ایشون کتابیشونی که شروع کردن میگه وقایع پیش از تولد زردشت که تقریبا یعنی تحقیقا اسطوره‌ایه، یعنی حالت به اصطلاح سیمبولیک مذهبی داره. طبق چیزی که ایشون میگن زردشت قبل از اینکه به دنیا بیاد سه تا عنصر اصلی باید در مورد درست شدن زردشت درست شده. یکی این که بزنین بیام تو این چیز، یکی این که بزنین بگم زایش اجزایی که بزنین عبارت از سه جزء بود که هر سه منشأ آسمانی داشتند و به ترتیب عبارت بودند از فرح یزدانی، روان و تن. بدن و تن یعنی بدن. چیز خاکی. در مورد فرح یزدانی ایشون توضیح میده که فرح یزدانی فقط مخصوص افراد بسیار شایسته و به خصوص هستن، مثل پیامبران، مثل پادشاهان. و این فرح یزدانی در مردان به صورت یا به صورت شاهین یا به صورت کبوتر هستن و اینا تا موقعی که اون رفتار و کردار و گفتار نیک رو، پندار نیک رو انجام میدن،
این فرح درشون باقی میمونه. جالبه این الان گفته این پندنتی گرمندی که هست، بله اونم پس از این بیاد، باید بیاد اهورا مزداست اونم اهورا مزداست بله بله که شبیه پرنده است. بله بله بالی که پرنده در مذهب زردوش خیلی مهمه در جزء این البته مربوط به آقای هاشم رضی نیست، در جاهای دیگه که خوندم و حتی آقای هاشم رضی هم چیز میکنن بهش استناد میکنن طبق بعضی از داستانهای یزنا مست یزنا و حتی و گاتاها و دین کرد که بعضیش بیشترش داستانهای اسطوره‌ای و ساختگی و قاطی شده با داستانهای ما قبل زردشت، با داستانهای پگنیزم و طبیعت پرستی هندو آریایی ها و کسایی که در فلات ایران زندگی میکردن و به هر حال مثل روند در تمام اروپایی هم داشتن یه همچین چیزی در ایرلند پگنیست ها، طبیعت پرست ها خودشون این داستان هایی که راجب آرتور و اینا میشنویم تمام برمیگرده به داستان های طبیعت پرستی دوران انگلیس یا خیلی مشترکن. این بیشتر نظر من اینه که خیلی از این داستان ها مشترکن، ولی به هر حال پرنده اینه که پرنده در یکی از اسطوره های زردوش اینه که پرنده ها به راز اهورامزدا و راز زندگی و راز دنیا و طبیعت و کازموس و پرنده ها به زردشت یاد میدن در یکی از اسطوره ها. اسطوره های زیاد هست ولی طبق ایشون اصولا پرنده خیلی پرنده ها حتی مثلا جغد یا مثلا شاهین یا عقاب پرنده بسیار بسیار مقدسیه در مذاهب آریایی که شما بعدها در روم هم میبینید که مظهر عقاب داره. اینا پرنده ها چون اینا از طبیعت پرستی میاد و همیشه مردم بومیان همه جای دنیا تمام قدرت ها رو در اون چیزی که مشاهده میکردن میدیدن و چون چیز علمی نداشتن بعدها به خاطر شهرنشینی، به خاطر ارتباط با دیگران، به خاطر شهرنشینی، به خاطر اینکه مغز بشر به خاطر زبان اِوولوشن و تحول پیدا کرد شروع کردن بیشتر ساینتیفیک راجع به اطراف خودشون فکر کنن و بعد تا بالاخره به یک تا پرستی میرسه. اینی که هر کی بگه مذهب من جداز از مذهب کس دیگه یه ذره داره خودش رو میخواد جدا کنه از بشریت و اون چیزی که بشریت و مغز بشریت میتونه و جامعه بشری میتونه درست کنه، چه خوب چه بد من کاری ندارم، ما اینجا زیاد نباید احساساتی بشیم. بنابراین اگه من یه چیزی در مورد یه مذهبی میگم این توهین نخواهد بود، این از نظر انتروپولوژی، از نظر جامعه شناسی، باستان شناسی و داستانهایی که ما خودمون از کتابهای مذهبی اکسترکت میکنیم و خودم کسایی که مثل آدم هایی مثل آقای هاشم رضی برای ما هجی میکنن. من که نمیتونم اون سمبولا رو بخونم چون قادر نیست، مغز من زبان پهلوی بلد نیستم، زبان اوستایی بلد نیستم، بنابراین من خودمو میدم دست آدم های بارز و فرهیخته مثل این محققان. به هر حال این فرح اگر شما ضدش رفتار کنی این فرح به صورت این پرنده ها از بدن میره و اون شخص خیلی بالا به خاری و زاری میرسه. و یکی از کسایی که اینجوری میشه توی یکی از داستانهای به اصطلاح زردشت و در داستان آریایی عزت و ذلت جمشید شاهه. جمشید شاه از راه درستی سرپیچی میکنه و فرحش رو از دست میده. اون حالا یه داستان دیگه داره و خیلی جالبه که شما وقتی تو کنه این داستان رو میرین و اگر داستانهای دیگه هم بلد باشین خیلی بچه تشابه خیلی پیدا میکنین. این خیلی برای من البته خیلی لذت بخشه، حالا بعضی خیلی زیاد خوش خیلی جالبه.
به هر حال این اول پس فرحه. من قبلا تو اون برنامه هم گفتم فرح زردشت اول میره به دغدو مادر بزرگش. بله. مادر بزرگ دغدو نه، مادر بزرگش که مادر دغدو که مادر زردشت باشه. طبق چیزی که آقای متنی که آقای هاشم رزی میگن، دغدو در سن 15 سالگی این فرح انقدر درش بالا بود و درش فروزانش کرده بود که اهریمن متوجه میشه و شروع میکنه که میاد به دهکدش و شروع میکنه که اذیت کردن که این دغدو رو از راه به در بکنه. طبق این داستان اهالی قبیله بیرون میکنن دغدو رو، برای اینکه خطر اهریمن اینا رو به خطر میندازه. دغدو که فرار میکنه میره به قبیله به نام اسپیتمان. اسپیتمان قبیله‌ایه که دغدو با اینا با چشون ازدواج میکنه و از زردشت به وجود میاد. شوهر دغدو پروشاس، بعضی ها میگن یعنی به نام دارنده اسب یا صاحب اسب، اسب دار بوده. به هر حال اینها از دهقانان بودن یا اسب داران بودن، به هر حال از خانواده های متمول منطقه خراسان بودن. به هر حال این از این جزء دوم روان زردشته. خیلی جالبه این روان زردشت، بعدا من این قسمتی که خوندم یاد یه قسمتی که در مورد کابالا خوندم افتادم. طبق این که آقای هاشم رزی میگن، قبل از اینکه زردشت به دنیا بیاد روانش یعنی ازلیه، یعنی روانش قبلا در بهشت یا در دنیای ماورای دنیا این اصولا هست. بله. این رو حتی در اسلام هست، در مورد محمد میگن، حضرت محمد میگن که روانش ازلی و ابدیه. خب ببینم آیا جایی عبدی. گفته شده که زرتشت قبلا چی بوده، کی بوده؟ همین این میگه یه چیزای قبل از نظر آقای هاشم رزی زردشت آدم معمولی بوده، آزادی خواه بوده، یه مقدار ریفرم آورده و چون از یه قبیله چیزای به اصطلاح جدا بودن اینا، یعنی اینا دیگه شهرنشین بودن و پادشاه داشتن، در جایی بودن که پادشاه بوده، به اصطلاح کشاورز بودن. اینجا شما میبینین که کشاورزی چجوری جامعه کشاورزی غلبه میکنه به جوامع به اصطلاح هانترگدره، یعنی به اصطلاح شکارچی و اینا، و ولی نشون میده که حتی با وجودی که شهرنشینن، با وجودی که کشاورزی هست، یه مقدار نوشن و پرستش میره در حالت به اصطلاح اسوتریک و ابسترکت میگیره، به جای اینکه مثلا درخت بپرستی، نمیدونم آفتاب بپرستی یا چیزی که لمس میشه بپرستی، یا چیزایی که میترسیدن ماه پرستی باشه، زردشت میاد عقیده‌ای میاره که میگه پرستش اهورا، وقتی اهورا رو میپرستی نیکی رو میپرستی، در حقیقت ما ورای طبیعت میاره، در حقیقت یه چیز اسپریچوال روحانی وارد اون چیزهای بدوی که کاملا با یک طبیعت سخته که باید می جنگیدن، باد و باران و نمیدونم اینا، تا اینکه یه ذره زندگی مرفه تر کشاورزی، انسان ها وقتی کشاورز شدن بچه بیشتر آوردن، زاد و ولد بیشتر کردن، به خاطر اونم جنگ هم بیشتر کردن، برای اینکه منابع کمتر شد، غیر قابل دسترس. به هر حال روان زردشت قبل از اینکه اصلا دنیا بیاد در آسمان ها درست شد. بله. و بعد چجوری وارد این بدن میشه؟ دو تا امشاسپندان بهمن و اردیبهشت این چیزو، این روانشو میارن با هوم. هوم یک داروی مخدره،
یک داروی مخدری که شما در مراسم که زردوشی ها و حتی میترایی ها انجام میدادن در معابدشون در آتشکده ها و اینا استفاده میشد، به عالم خلصه میرفتن و همین یه مقدار آدمو یاد شامان ها میندازه که مثل در پرو هستن که آیواسکا استفاده میکنن، هلوسینوجن، چیزایی که تخیل به اصطلاح مغز رو آلتر میکنن و به اصطلاح به حالت خودشون رو احساس میکنن که به عالم به اصطلاح یزدانی بالاتر به قول آمریکایی دیوان الهی رسیدن. و همیشه شما اگر در تمام جوامع ببینین در قسمت هایی که اینها به اصطلاح پرکتیس ها و کارها و عملیات و ریچوال های مذهبی میکردن حتما یک نوع ماده سکرآور مخدر درش هست. شما اگر به اصطلاح اسماعیلیه رو ببینین در علموت حسن صباح رو ببینین حشیش میداد به پیروانش بیشتر در مراسم مذهبیشون. به هر حال یک چیزی در مورد مواد مخدر هست که بشر همیشه دنبالش بوده، حتی قبل از این که این چیزای کمیکالای جدید، لابراتوارهای جدید به وجود بیاد، حتی در حیوانات نشون داده شده که اونها هم توی طبیعت دنبال مواد که عوض کنه حالشون و مغزشون رو عوض کنه میگذره. حالا این یه چیزی که بشر قانع نیست با واقعیت، میخواد هر جور شده از وقتی که خود درک پیدا کرده اینجوریه، یا واقعا همینطور که بعضی بیولوژیست ها میگن حیوانات هم درشون هست، میخوان یه ذره حال و حول بکنن تو این دنیا قبل از این که برن. ولی به هر حال الان هم میبینیم که خیلی از کسایی که نو آیین ها، کسایی که به هیچ چیز مذهبی اعتقاد ندارند، کشورهای مثل آمریکا و کانادا و اینا بهشون میگن نیو ایج، سفر میکنن به پرو، سفر میکنن به چه به اصطلاح قارچ های سکرآور میخورن، حتی الان در دوزهای خیلی کم سایکوتراپیست ها استفاده میکنن برای جلوگیری از دیپرشن، افسردگی، انگزایتی یا به اصطلاح استراب زیاد. اینو که میگین بینندگان عزیز، اینا همش تحت نظر دکتره. بله اینا چیزایی که الان دکتر باید به شما اینو بده. شما خودتونه، البته حتی آسپرین هم میخواین بردارین، یعنی که از خطرناک‌ترین مدیسین‌های آدم دنیا الان آسپرین. نمیده سالی 5,000 to 6,000 people از خوردن آسپرین میمیرن در سال. در زمین چیزایی که هلوسینوژن هست، اینا خیلی از هنرمندا، یعنی مثلا نقاشا، هنرپیشاها، نویسنده ها، اینا هم اینا رو استفاده میکنن که میرن به یک حد دیگه در همون الهیت یا هر چیزی، یا به قول معروف چیزایی میبینن که اونا رو شروع میکنن کشیدن و نوشتن راجبش. ما در تصوف بهش میگن کرامات، یعنی یک به اصطلاح در مورد از اون نظرم وقتی کسی که مدیتیت میکنه، visions, seeing visions, getting opening the third eye, to see بعضیا با alien تماس پیدا میکنن، بعضیا با ارواح تماس پیدا میکنن. و خیلی جالبه، حالا ما در مورد زردوش داریم صحبت میکنیم و این روان زردوش رو با بر این اردیبهشت و بهمن و هومن، اردیبهشت که دو تا از امشانس بندان خدا هستن، اهورا هستن، این روانی که قبلا به طور نطفه، به طور درمت توی بهشت در پیش اهورا مزاست، با هم قاطی میکنن و روان زردوش رو درست میکنن. خب این یعنی در شکم مادرش این کار میشه، اینا داره قبل از اینکه اصلا، یا قبل از اینکه بیاد، قبل از اینکه بیاد. اولین کاری که میشه فرح رو میدن به مادر بزرگ اون، بعد وقتی که میفهمن حامل شده
این روانو میارن با هم قاطی میکنن و میدن به مادر و بعدش در مورد بعدم برمیگردیم به مسائل مواد سکرآور مخدر که استفاده میشه در مذاهب. من اتفاقا سالیان سال یه کتابی در یه آقای MIT داد بیرون، مؤسسه MIT بیرون داد، یه چیز در حدود 800 صفحه با چیزاشه، با تفسره هاش و ایناست. یه آقای نورولوژیست دکتری به نام دکتر، من خیلی مموریم باید ایشون رو ببینم، ولی ایشون الان 90 خورده سالشه، ایشون دکتر جیمز اچ آستن یه کتابی به نام زن اند برین نوشتن. زن که اون به اصطلاح چیز بودایزم چین و ژاپنه و برین و چه اثری میذاره. من چون که میگم باز دوستانی که قبلا برنامه های ما رو دیدن، من با دخترم اشکال داشتم و اعتیاد بود، من کتابو من شروع کردم مدیتیشن کردم که کمک کنه که به سوی دوران سخت و چیز و اینا رو، من در حقیقت دنبال معنی آدم میگرده وقتی که آدم دوران سختی رو میگذرونه دنبال معنی میگرده. من در دنبال معنی به وسیله مدیتیشن شروع کردم. جالبه، همیشه هر اتفاقی که آدم میفته براش میگه چرا به من افتاده. درسته که دختر شما بوده، بله. ولی این تأثیر زیادی داشته تو زندگی شما، چون اون دخترم مثل زرتوش اومده که به مادر یه چیزی درس یاد بده و به پدر. بله، برای همینه که آدم میره کندوکار میکنه که چرا به من، چی شده، من بعد چه درسی از این یاد بگیرم. و اینه که ما داریم میگیم، برای همه داریم میگیم که هر اتفاقی که تو زندگیتون میفته این داستان نیستش فقط، یعنی این یه چیزیه که در حقیقت اگرم بخواین برین در یک مقدار برین تو روحانیت و توی کبالا و چیزهای دیگه مثل عرفان و عرفانهای حلقه و چیزهای مختلف، توی همه ادیان چنین چیزی هست که ما افرادی که به خصوص تو زندگی ما میان، به خصوص بچه هامون، اینا اومدن که به ما یه درس یاد بدن. حالا میتونه خدای نکرده مرگ زودرسشون باشه، چون خیلی هستن که در سن خیلی کم از این دنیا میرن و به یه دلیلی اومدن، به مادر پدر یک چیزی باید یاد بدن، یا همین اعتیاد یا هر چیز دیگه‌ای که هست. ما همش اومدیم اینجا که روحمون بره بالاتر و بالاتر که انشالله دیگه بر نگرده، یعنی انقدر برسه به مرحله بالا که دیگه تموم بشه. اصلا بعضی از دانشمندانی که بعضی دانشمندان معتقدن که یونیورس، جهان هستی روی دانشه، روی اینفورمیشنه. و هر اینفورمیشنی، هر دانشی، هر اطلاعاتی، حتی اگر دروغ باشه، حتی اگر دروغ باشه، حتی اگر با حقیقت مغایر باشه، به شکل دادن جهان هستی تأثیر میذاره. و ما همه برای یادگیری اومدیم. بله. اینجا بزرگ بی خود نیست که شما وقتی یه چیز تازه یاد میگیرین یا آها مومنت دارین، تو مغز شما هورمونای خوشحال کننده شروع میکنه ترشح دادن کردن، مثل چراغ روشن میشه، نیوروترانسمیترای خوشحال کننده و امید دهنده. این و کسایی که مرتب نالجایی که میگیرن که یک نوع آگاهی هم پیدا میکنن، یک نوع یا یه حتی پازل، حتی حل کردن جدول. بله. پازل. این آها مومنت کمک میکنه که این جرقه‌ای که تو مغز میزنه یک احساس کانکت، به اصطلاح ارتباط به خصوصی با تمام جهان یه دفعه در یعنی ممکنه خیلی زود گذره، خیلی زود گذره، 0.1 سکند، نانو سکند، ولی همون باعث میشه که مغز تقویت میشه، جلوگیری میشه از فراموشی، سلولای مغز به خصوص در سنهای بالا، هر چیز سختی که شما بلد نبودین، بلد یا نمیخواستین مغزتون باش مبارزه میکرد یاد بگیرین، این آها مومنت، چیزی که ازش یاد بگیرین، آها مومنت مقدار زیادی به عمر
کیفیت عمر مغزتون اضافه میکنه. خیلی درسته. من اینطور میخوام بگم. بله. به هر حال این به هر حال سومین به عنصری که باید درست بشه که زردوش درست بشه که انتخابی اهوراست که تنشه، این جابو میدن به امرداد و خرداد. خرداد که خدای آبه، امردادم که خدای گیاهانه. اینجور اینا هم در آسمان همه انجام میشه، اینا قبل از اینکه اصلا زردوش نطفش به وجود بیاد. به هر حال این اسطوره‌ای که در مورد اینکه چطور زردشت منتخب شده از طریق اهورامزدا، شما اگه نگاه کنین پریدستند، هر کسی زردشت نخواهد بود. بله. به غیر از زردشتی که اهورا انتخاب کرده. و من یه چیزی که میخواستم بگم که جزای اسطوره‌های تطبیقی، چون نزدیک هنوکا هم هستیم و راجع به مذاهب عبرانی و یهودی صحبت میکنیم، من این قسمت رو میخونم شما بگید چه تشابهی میبینید و حساب بکنید که کتاب فکر کنم این من دینکرت آورده، آقای هاشم رضی دینکرت، یه نوشته‌های دینی پهلویه که برمیگرده 2000 خورده ای سال پیش فکر میکنم. البته منو اینا چیز نیست، به اصطلاح خودتون تحقیق کنید، حساب زیاد نکنین، چون مغز منم تقریبا 70 سالشه، زیاد همچین در زیاد هم یه ذره بعضی موقع چیز وابلیه. ماشاءالله خیلی عالیه. و anyway میگه اهورامزدا چون اراده کرد تا برگزیده‌ای برای راهنمایی مردمان برانگیزد، به اندیشه شکل بخشیدن فرهوه شد. در سپهر ششمین که مرکز روشنایی بیکرانه بود، فرح نخستین وجود داشت. فرح را از آنجا برگرفت و به خورشید منتقل ساخت و به ترتیب از خورشید به ماه و از ماه به ستارگان منتقل شد تا پرورده گشت. آنگاه آن فره ایزدی از ستارگان به آتشگاه خاندان فراهیم منتقل گشت. با ورود این عنصر آسمانی، آتشگاه فراهیم بدون افزودن مواد سوختنی همچنان بی وسیله می سوخت. این بچه به شما چه تدائی میشه؟ هشتب هنوکا. بله. بنابراین وقتی که ممکنه خیلی از دوستان ممکنه، امیدوارم البته، ناراحت ممکنه بشن که بگن نه مذهب من دین من از ابتدا ازلی بوده و ابدی بوده. میخوام بگم که در متون 2000-2500 ساله این متن اومده که خیلی قبل از قیام مکابی هاست که در زمان یونانی ها و تاریخیه. پس بنابراین نمیدونیم بگیم کی از کی میگیره. بله. ولی بیایم این زیبایی داستان سرایی بشر رو سلبریت کنیم و چقدر تمام ادیان این همه خیلی از همه شون این همه ما همه میخوایم نیکی بشنویم، میخوایم نیکی بله. انجام بدیم، میخوایم پندارمونم فکرمونم نیک باشه. بله. البته الان اینو که داره میگیم انقدر جنگ تو دنیا زیاده که یه مقدار باعث گیجی آدم میشه که چرا، چون دین باعثش شده واقعا در صورت که یا عقایدی که میشه مدل دین، یعنی جوری که ایزم ها من بهشون میگم ایزم ها، یعنی من فکر نمی کنم هیچ دینی حرف بد میزنه. نه، ولی اون تفسیر که پیروانشون بدن خانوم، تفسیراتی که شده متاسفانه میگم من، نه برنامه ما سیاسیه نه دینیه، ولی این واقعا یه حقیقته که تفسیرهایی که به اشتباه شده باعث این جنگ ها و این ناراحتی هست. بله. ما هرچی کند و کاف میکنیم، من چون خودم رفته بودم هندوستان، بله بله، و اونجا رفته بودم مراسم در شهری که داشتن مراسم سوزوندن رو
اجرا میکردن من اونجا بودم و بعد از اون اومدم آمریکا و رفتم یه توی سدونا بله که در آریزونا هست با یک شامن شدم. شامن اومد صحبت کرد و وقتی که من مثلا این در دو هفته بود تفاوتش، اصلا یه مرتبه داشتم فکر میکردم وای من دو هفته پیش توی هند بودم، اینا مراسم داشتن چجوری صحبت میکردن چیکار میکردن و الان این شامن داره چه چیزایی میگید و چقدر اینا با هم دیگه شبیه همن، در صورتی که اون سرخ پوسته و اینا هندی هستن و تمام این با ادیان مختلف، اصلا همش نگاه میکنیم ببینیم با هممون داریم یه حرفی میزنیم و متاسفانه یه اشکالی داره. من فکر میکنم خب ما من چون اِوولوشنیستم، یعنی من عقیده دارم که خدا الان نیست، خدا خواهد بود. تکامل و شاید خدا هست و خواهد بود و بوده و ما خودمون جزء اون تپسری هستیم، منتها ما کارمون مثل سلول بدن که هست، کارمون اینه که یک بادی یک بدن رو نگه داریم و نورچر کنیم برای یک چیز بزرگتر. بله، بله، مقصد بزرگتر. سلول بدنی شما در تمام طولان در تمام دورانی که زندگی میکنید هر 10 سال یه بار همش میمیره و یه چیز تازه میاد. بله. تنها چیزی که نمیمیره کانشنستونه شما، وقتی اینم یه مسئله‌ای که بعدها جزء یکی از مباحث بسیار چیزی که حتی بسیار مشکلی که حتی دانشمندا رو خیلی مشغول نگه داره مسئله ادراک و کانشنسنسه. بله. که چرا وقتی که شما رو تو بیهوشی میذارن هیچی یادتونه ولی برمیگردین دوباره شما خودتون رو پیدا میکنین. اینا همش یه چیزاییه که از وقتی که انسان درک پیدا کرد، این یه مرحله‌ایه که به نظر من ما اون به عنوان انسانی به عنوان یه حیوان ناکامل ما نقشمون رو باید اینجا انجام بدیم و چون این درک رو داریم میدونیم یه چیزی بهتر از دیمن و وحشیگری و خونریزی و انتقام جویی هست، بهتر هست، ما وظیفمون اینه که اونو اشاعه بدیم. حالا موفق میشیم، حالا ممکنه هزاران هزار اسپیشیز مثل ما اکستینکت بشن تا بالاخره به یه حدی برسن که بتونن این مسئله جنگ و خودخواهی و خودپرستی و زیادی خواهی، هیچ حیوانی مثل انسان زیاده خواه نیست. شما حیوانی دیدین بیشتر از شکم خودش غذا بخوره؟ من خودم رو میگم I'm guilty as charged. I like to live in a big house. What for? Bobby do it. و برای اینکه اون کار رو بکنیم باید حق یکی دیگه خورده بشه و باید به خودمون یه مذهبی رو بیاریم بگیم که من برترم، حق منه. ما متاسفانه اشکالمون اینه. بله. برای اینکه اونو توجیه کنیم و تبیین کنیم و به اصطلاح اکسکیوز بیاریم، میگیم که خب من شاید بهترم چون که خب وضع مالیم بهتره مثلا. بله. شاید حق منه که از چیزای شهروندی بیشتر استفاده، شهرداری بیشتر استفاده کنم چون تکس بیشتر مثلا، چون الیت بودن. البته میگم این برمیگرده پلیتیکال، چون برنامه ما پلیتیکال نیست، ما نمیخوایم اونجا بکشه. ما از نظر ببینید کوروش کبیر یه امپراتوری درست کرد. هیچ امپراتوری بدون خونریزی درست نمیشه. درسته. ولی کوروش کبیر به اونجوری که میگن ممکنه فالوور زردشت باش بوده، البته بعضی از محققین میگن که کوروش اصلا زردشت پسرخوانده کوروش بوده. من نمیدونم اینکه مثلا من اصلا اسم کوروش که میاد احساس میکنم که با زردشت خیلی نزدیکه. بله زردشت همین. همین یعنی فکر میکنم اصلا دینش هم همون بوده. بله اتفاقا در تاریخ چیز میگن که کوروش زردشتی بوده. طبق عقیده یکی از بتا شرق شناسان
سوئدی آقای نوبرگ، اون میگه که نوبرگ نه هرتسفلد، هرتسفلد میگه که نه اون اصلا 3500 سال پیش به دنیا نمده، در چیز مقان بوده، یکی از مقان بوده، از جزء به اصطلاح مذهبی بزرگان و روحانیان بزرگ زردشت ماد بوده و این پسر خوانده کوروش بوده، یعنی پسر زن کوروش بوده که زن کوروش دختر پادشاه ماد بوده و میگه این شروع میکنه بر میخواسته که قدرت رو از هخامنشی بیاره بذاره توی برگردونه به مادها، از کوروش بگیره. کوروش اینو تبعید میکنه، میره به خراسان، خراسان با پدر داریوش کبیر مواجه میشه، پسر پدر داریوش کبیر گشتاست، بعضی جاها گرشاست، به اینا البته تمام میتولوژی یعنی داستانه، یه مقدار ممکنه با تاریخ هم چیز داشته باشه، ولی به قول آقای هرتسفلد میگه که اون نه اصلا زردوش سیاست مدار بوده. آقای نوبرگ میگه نه زردوش جادوگر بوده، شامان بوده. اینا اختلافاتیه که در شرق شناسی اینا خیلی هم واردن، همشون زبان پهلوی، زبان اوستایی، تمام اینا رو بلد شده. به هر حال به هر حال این اینا اختلاف سلیقی از نظر اینکه زردوش واقعا زردوشت تاریخی واقعا سیاستمدار بوده، شامن بوده، جادوگر بوده. اون میگه اون حشیش میخورده، مست میکردن، سما میکردن، یه چیزی قاطی کرده آقای نومبرگ از تصوف، سما تصوف و اینا، و یک چهرهی از زردوش به این صورت نشون داده که اصلا جزء مغان بوده، مادی بوده و بعدها مذهب این مذهب خودش با قاطی کردن به سر اعتقادات پگنیست و طبیعت پرستی و میترائیزم و آناهیتا و اینا، چون این خدایان بسیار قوی بودن. به هر حال البته یه آقایی به نام هنینگ هست که میگه که اصلا اینا نبوده، یه همچین چیزی نبوده و هر دو رو رد میکنه، ولی از نظر اینکه اینا به اصطلاح تحقیقات زیاد دارن در مورد زردشت در شکی نیست و حتی دانشمندای مثل آقای مشتبایی آقای نوبرگ رو قبول داره برای چیزا، عقیدهش رو قبول نداره، ولی میگه که بسیار آدم صادقیه از نظر فراهم کردن اسناد و مدارک که خیلی 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 باستانی که بسیار مشکله. اینا همش مثل واقعا مثل کاراگاه باید باشین شما اینا رو بخونید. موندم که اینا چندین سال این تحقیقات رو کردن. بله تمام عمرشون شاید همین بوده، تمام عمر اینا. خب به هر حال من فکر میکنم، من دوستم همیشه با خنده میگیم من فکر میکنم این دانشمندایی که خیلی چیز میکنم آتستیکن. من که نمیتونم اونقدر بشینم تحقیق کنم، دو دقیقه ای میگم با ولش کنم بریم ببینیم خاله مهین چی داره میگه یا خاله. به هر حال زردوش این قبل از به دنیا آمدنشه، ولی زردوش وقتی که زردوش تاریخی، اون چیزی که آقای رزی میگن اینه که در سن 10 سالگی بهش به اصطلاح تعلیمات بین از سن چند میتونم اصلا بخونم چرا اصلا برام روایت چنین است که از 7 سالگی تا 15 سالگی زردوش نزد خردمند و پارسای بزرگ زمان به نام برزین به فرا گرفتن اصول دینی و روش کشاورزی و درمان بخشی و شفای بیماران پرداخت. چون پس از تحصیل علم و دانش نزد قوم خود وارد شد، در جرگه مردان بالغ پذیره شدنش و کمر آویزی را که نشان این مقام بود به کمرش بستن. بنابراین از سن 7 سالگی تا 15 سالگی این به اصطلاح درس میخونده. پس این شفا بخش هم بوده؟ بله
بله. نمیدونستم. و یکی از چیزهایی که ممکنه آقای نومرگ چیز به اصطلاح پیش خودش به اصطلاح نتیجه‌گیری کرده که این شامن بوده، مسئله هیلینگ، چیز به اصطلاح دارو به دارو دادن، شفا بخشی و ایناست، و اینا معمولا شامان ها میکردن این کار. و اصولا در حتی اگر در شهرنشینان ببینین، باز شفا بخشی در دست اون طبقه روحانی اون سوسایتی و جامعه است. حالا مصر، حالا بابل، حالا مال ایران، فرق نمیکنه. حتی در به اصطلاح شهرنشینی خیلی خیلی به اصطلاح سافیستیکیتد و پیشرفته و خیلی پیچیده ای مثلا پرسپولیس یا مثلا اینا، بازم تمام شفابخشی دکتری و اینا دست اون روحانیان بوده، چون اصلا اونا تمام دانش دست اونا بوده. همونطور که دانش گیاه و حتی این که استفاده میکنن برای چیزهای سکراور دست شامان بوده، آدم معمولی قبیله فقط به شامان گوش میداده، اختیارش دست اون بله. اونم آتیستیک قبیله خودش بوده، اونجا میرفته گیاه ها رو امتحان میکرده، شاید هم بعضی موقع یه چیزی میخورده میمرده، مسموم بوده. اینا اطلاعاتی که راجع به گیاه دارن. و همونطور که میدونین گیاه ها بیس و به اصطلاح فاندیشن تمام داروهای جدیدن، مثل آسپرین، مثل مواد تریاک. الان بزرگترین مصرف کننده مواد گیاهیه که در داروسازی استفاده میشه مواد تریاکه، که اونم برای از بین بردن درد. به هر حال بعد جنگ میشه، جنگ بین تورانیان میشه، این میره به جنگ، زردشت خیلی صدمه روحی میبینه و از اونجاست که شروع میکنه به، بعد از اینکه جنگ تموم میشه برمیگرده و شروع میکنه به شفا دادن مردم، به خیریه. و اینجاست که در حقیقت من فکر میکنم اون، راجع به جنگ هم صحبت کردیم، اون فجایع جنگ به نظر من، این نظر خود منه، اگر واقعا این درست باشه و زردشت در جنگ های تورانیان شرکت کرده باشه و اون فجایع جنگ رو، فرق نمی کنه چه کسی جنگ رو درست کنه، جنگ فجیعه، جنگ کریمیناله و اینا رو دیده، من فکر میکنم اون جنگ اینو ساخته، این جنگ این آدم رو روحانی کرده. البته این سگوهیه که عقیده من. ما رسیدیم به، متاسفانه، به آخر برنامه. به هر حال بعدن براتون میگم که زردشت چجوری پیغمبر میشه. اینجا تا موقعی که از جنگ بر میگرده و بعد مرگش چجوری اتفاق میفته و در چند سالگی و چه بچه‌هایی داشته، میتونیم اگر دوست داشته باشن میتونیم صحبت کنیم، اگر نه که میتونیم در مورد مسائل دیگه با خاله پری من مشورت میکنم، عمه مرواری. علی خیلی ممنون دوستان عزیز، ممنون. آخر برنامه رسیدیم، خواهش میکنم که توی صفحات مختلف میتونین، روی وبسایت من، روی یوتیوب من، توی صفحه هایی که شما من فیسبوک میذارم، در فیسبوک ایشون به اسم سهیلا زیوری هست یا سهیلا رایت، سهیلا رایت، و میتونین در برنامه عصر، یعنی در فیسبوک یا یوتیوب عصر امروز شما تمام این برنامه های قبلی رو ببینین و اطلاعات بیشتری به اگر دوست دارین حتما دریافت کنین. همینطور که میدونین حرف ما نیمه تموم مونده، در نتیجه بازم من از سهیلا جون دعوت میکنم که در هفته های آینده هر وقت که وقت کنن باز مهمون ما باشن که ما بتونیم یکمی بیشتر راجع به موضوع زردشت بدونیم. من خودم اصلا تو تاریخ نیستم، ولی واقعا انقدر که شما قشنگ اینو تعریف میکنین هی میخوام ببینم خب بعدش چی شد. من وقتی که تاریخو برای بچه ها سنهای پایین تر هم زنم، یه مقدار لغات خیلی رنگی هم الوان هم ازش استفاده، خیلی خوشون میاد.
باید زبانش میگن خب چرا درس نمیدی؟ میگن من اگه یه روز برم درس بدم من دانشگاه بیرون هم میکنم به عنوان اینکه از الفاظ بسیار بسیار علمان بد است. در هر صورت بازم ازتون بی نهایت ممنونم. مرسی دوستان عزیز، روز و روزگارتون خوش. تا هفته آینده تا برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم. روزتون خوش. مرسی.